من حسن گلزاری هستم، متولد 1341، سال 1360، شهریور 1360 به اتهام هواداری از مجاهدین خلق ایران دستگیر شدم. بعد از طی اون بازجویی اولیه که حدوداً 2-3 ماه طول کشید به 2 سال زندان محکوم شدم و داخل زندان که توی قزلسار بودم و گوهردشت، بعد از حدوداً 2 سال آزادم نکردن، بعد دوباره تجدید محاکمه شدم، به 12 سال زندان محکوم شدم. داخل زندان تغییر عقیده دادم، چپ شدم، کمونیست شدم. بعد سال بعد از اعدام، 1 سال بعد از اعدامای سال 67 من آزاد شدم. 4 سال زندان قزلسار بودم، حدوداً 4 سال زندان گوهردشت. 2 مرداد یا 4 مرداد بود که ما که داخل بند بودیم با بچه ها، اون قضیه عملیات مرساد پیش اومد که مجاهدین میگفتن عملیات مرساد، رژیم میگفت عملیات، اونا میگفتن فروغ جاویدان مجاهدین، اینا میگفتن عملیات مرساد شروع شد. بعد بلا فاصله بعد از ظهرش تلویزیونا جمع شد، منتها ما قبل از اینکه تلویزیونا جمع بشه سخنرانی موسوی اردبیلو شنیدیم. بعد که خب اونجا اون داستانی که میاد، اون به اصطلاح رژیمیا که نشستن اونجا شعار مرگ بر منافق و بعد اعدام بشن و خود اردبیلی میگه بعد اعدام کنیم و اینا داده شد، ما دیگه حدوداً دستمون اومد که فضا چیه. ولی همه بچه‌ها بدون استثنا، بعد تلویزیونا جمع شد، روزنامه‌ها جمع شد، بعد یه فضای خیلی امنیتی به وجود اومد داخل زندان که کاملاً غیر طبیعی بود. پاسدارا می‌رفتن می‌اومدن، بعد لشکری بود، ناصریان بود، حمید بود، این بچه‌های بسا گردانندهی زندان، این سپاهی‌ها و اینا، اطلاعاتی‌ها. بعد یه ولی فضای معمولی نبود، مثلا غذا کم شد. بعد در این حال یه مهربانی های ما از اینا می دیدیم که خیلی غیر طبیعی بود، کاملا تصنعی بود. بعد ولی بعد که اینا جمع شد، منتها من اینجا لازمه که این نکته رو بگم، با بچه‌هایی که من ارتباط داشتم، به هر حال تعدادشون هم به صدها نفر میرسید، داخل همون بند بودیم، استثناء بچه‌هایی رو ما داشتیم که فکر می‌کردن ممکنه اینا اعدام بکنن. یعنی میتونم به جرئت بگم حتی به 1% هم نمی‌رسید این آدما. یعنی مثلا تو اون همه جمعیت، تو بگو مثلا 400 نفر ما بودیم، از این 400 نفر شاید 5 نفری همچین نظری رو داشتن، بقیه همه فکر می‌کردیم که رژیم جنگ تموم شده، چون قطعنامه رو قبول کرده بودن 2-4 روز قبلش که بعد این اتفاق افتاد. تحلیل کلن این بود که رژیم بسیار جنگ تموم شده، حالا اینا نیروهاشون رو دارن، از جبهه ها میکشونن میارن داخل شهرها، و این بچه هایی که داخل زندانیم هر چند به چندین هزار نفر میرسیدیم، ولی میتونن راحت ما رو کنترل کنن. به این معنا ما اصلا به تنها چیزی که فکر نمیکردیم اعدام بود. اردبیلی رو شنیدیم، روزنامه ها جمع شد، تلویزیون جمع شد. دقیقا فرداش بود که اومدن یه سری اسامی رو صدا زدن. وقتی ما رو بردن، حدودا بگم شاید مثلا 40 نفر، 50 نفر، شاید هم بیشتر، الان حضور ذهن ندارم، ولی یه آمار بین 50 تا مثلا حدودا 10 تا حتی 15 تا بالا یا پایین. بعد چون از این کارا زیاد میکردن قبلش هم، به خاطر من الان حضور ذهن ندارم واقعا چند نفر. به هر حال بردن ما رو نشوندن داخل سالونی، و خب معلومه دیگه وقتی از بند میومدیم بیرون همه چشمن تو چشمون بودی، نشوندن. و بعد خود من و خب فاتحی اومد که دادیار کرج بود، باجوی کرج بود، خیلی بچه ها رو دیوونه کرده بود زیر باجوی، یه آدم لاجوردی کرج بود واقعا. فاتحی اومد دستش انداخت رو شونه من، گفت پاشو کثافت، دیگه لحظات آخره. این جمله رو من از دهنش شنیدم، بازم احساس میکردم خب اینا توپ و تشرهایی که میان همیشه برا ما، برای هر چیز اتفاقی هم که میفته اعدامت میکنیم، الت میکنیم، نمیدونم کاری میکنیم که دنیا به ازات بشینن، دیگه اینا واژه‌هایی بود که ما اینقدر شنیده بودیم. من به حساب این گذاشتم، خود منو برداشت برد داخل اتاقی، گفتن چشمن تو بردار، من چشمن تو برداشتم، یهو مواجه شدم با
هفشت آخوند، امامدار و پنج شیش نفرم آدم های شخصی. منتها فاتحی رو همون لحظه صداش زدم بیرون، یه صدای شنیدم که برادر فاتحی لطفا بیا، که فاتحی رفع از اینجا، از این مکان، که من هنوز نمیدونم دادگاه، هنوز نمیدونم این میخوان چیکار کنن. بعد من نشستم و سوالی که از من شد، بعدها متوجه شدم این در حقیقت سوالهای دفن و کفن بود، قبل از ما اعدام ها شروع شده بوده، یکی دو یه روز قبلش ظاهرن. مقتدایی بود، نیری بود، همین پور محمدی بود که الان وزیر دادگستری بود توی این کابینه خامنه ای، کابینه روحانی از میخوام. بعد اون دادستان کل مرتضی اشراقی بود، رئیسی بود، یه سری احتمالا باجوهای احتمالا اوین بودن، کرج بودن، من نمیشناسم، ولی خب مثلا کرج نادری نشسته بود اونجا، دادستان کرج اون زمان، من نادری رو میشناختم ولی بقیه رو نه، به چهره نمیشناختم. یه دو سه تا پاسدار بغل واسطاده بودن. پسرم اسمت چیه؟ با این له گفتم حسن. فامیلی چیه پسرم؟ گلزاری. اسم پدرتون چیه؟ ابراهیم. بعد من همش دارم فکر میکنم که خب اینا سوال جوابای آزادیه، آزاد میخوام، و اصلا تحلیل همه ما این بود. بعد گفتش که خب پسرم اتهامت چیه؟ به چه جرمی دستگیر شدی تو؟ من با توجه به اینکه تا سال 62 مجاهد بودم ولی توی زندان تغییر عقیده داده بودم، کمونیست بودم به لحاظ فکری، متعلق به چپ خودم رو میدونستم در مجموع، چه به لحاظ ایدئولوژیک چه به لحاظ سیاسی و مسائل دیگه، خب طبیعتاً اینا نمیدونستن، یا من نمیدونم، شاید هم میدونستم به روی خودشون نمیآوردن، و من میدونستم که حکم ارتداد اعدام بلافاصله. خب طبیعتاً من هیچ موقع، بعد مجاهدینم با اینکه مجاهدین اصلا قبول نداشتم تو اون تاریخ، ولی برای اینکه فضای مقاومت زندان در هم نشکنه، آگاهانه یه سیاستی رو در پیش گرفته بودم که چوب مجاهدین رو من همیشه میخوردم، به این معنی که مجاهدین همیشه ازشون سوال میکردن اتهام چیه، مجاهد نمیگفتن چون خیلی خطرناک بود، حتی قبلش هم اینجوری بود، منافق هم نمیگفتن که حرف رژیم بود، میگفتن هواداری. هواداری به این معنا بود که نه حرف تو نه حرف مثلا مسعود رجوی، ما این خط میانه رو کاری نداریم، ولی کسی که میگفت هواداری، خود رژیم و زندانبان میدونست که این فیلم این آدمه، این چون اگر این بریده باشه از مجاهدین میگه منافق دیگه، ما میبرمش توی توابا میندازیمش مثلا تو بند جهاد. به این معنا این بچه ها نمیگفتن و میگفتن هواداری، و تمام کسایی که میگفتن هواداری اذیتشون میکردن، کابل میزدن، سر پا نگر میداشتن، انفرادی مینداختن، و به این معنا منم همیشه میگفتم هواداری، چون اگه منافق میگفتم درسته من قبولشون نداشتم، ولی این موضع رژیم بود، و جدای از این میترسیدم واقعیتش منو بردارن ببرن تو جهاد که محل توابا بود، توابای قدیم توی قزلسار، اوین و گوهردشت، و برای اینکه توی این دام نیفتم، خب عملا من افتاده بودم توی وسط چیز میانه، از یه طرف نمیدونستم بگم آقا کمونیستم چون در جای دامم میکردن، عاقلانه نمیدونستم این قضیه رو، از یه طرف. بعد روی این حساب با این تصوری که دادم، این زمینه رو که دادم خدمتتون، میخواستم اینو بگم که تو اون وسط من زبونم اصلا نمیدونم، یه حسیه که مثلا تو یک صدم ثانیه اتفاق میفته تو مغز آدمی، گفتم منافق. نیری که یادم نیست، یا رئیسی یا یک کدوم از اون سه نفر دیگه غیر از اشراقی، یا رئیسی یا نیری یا کیه اون یکی اسمش، پور محمدی، نمیدونم کدومشون، گفت پسرم اینو میشه بنویسین؟ من گفتم نه حاجی من نمی نویسم. او خب کاری نداره پسرم، اینو بردار بیا، آقا یه برگه بیارین برایشون. یه برگه آوردن جلوی منو، این هر کاری کرد من ننوشتم. گفتم نه حاجی من دلیل نداره بنویسم، من سال 60 یه دوتا مجله فروختم، من آوردین زندان 8 سال نگه داشتین، 7 سال نگه داشتین، بعد 7 سالم آوردی به من میگی که بردار اینو بنویس، دلیلی من نمیبینم، شما میگی اتهام چی؟ من گفتم اینجوری. بعد یکی از اینا چیز زیر زبون من شنیدم، یادم نیست کدوم، گفت زبان سرخ سر سبز را دهد برباد پسرم، یه همچین چیزیو. ولی باز من هنوز احساس اصلا مطلقا، به تنها چیزی که فکر نمیکردم اعدام، شاید اگه فکر میکردم اعدامه مینوشتم.
بعد نعیری گفتش که اینو ببرینش، ببرین این احتمالاً من بعدها که بچه‌هایی که زنده موندن باهاشون صحبت می‌کردم اسم رمزشون بوده، ببرین اعدامش کنین. حالا ما که از اینجا در می‌دیم آمفی‌تئاتر اون روبرو بود، یعنی یه راهروی بود از اونجا ردت می‌کردن تو آمفی‌تئاتر، که بچه‌ها که از تو آمفی‌تئاتر برگشته اینا رو جزئیاتش برام تعریف کرد بعدها که اصلا داخل آمفی‌تئاتر چه خبر بود. دارها آویزان و اون جماعت اونجا در جا، اصلا دیگه سوالی ببرینش. اگر همون لحظه من رفته بودم بلافاصله بعد مثلا بگو 50 ثانیه یه دقیقه دارم زده بودن. اشراقی بلند شد اومد طرف من. اشراقی نظرش این بود که بابا بذار حالا روزی 100 نفر اعدام نکنیم 80 نفر اعدام کنیم. یه تفاوت اینجوری بین این آدم کشا هست تو دنیا دیگه، یه تفاوت‌ها اینجوری دارن، طبیعی هم هست. و یا مثلا بیشتر سوال کنیم، شاید تونستیم اینو قانع کنیم که بنویسه مثلا اعدامش نکنیم. بلند شد اومد طرف من، بعد شروع کرد منو بنویس، بهت میگم بنویس، دست منو گرفته بود هی فشار میداد بنویس بنویس، من منافق، منافقین رو محکوم میکنم، جمهوری اسلامی رو قبول دارم. گفتم حاجی من نمینویسم. بعد این شروع کرد منو زدن جلوی اینا، مثلا بگو مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه یه همچین اتفاقی. بعد من هی تو ذهنم دارم فکر میکنم آخه اینا چیه داستان، مثلا اگه آزاد باش این همه آخوند، اصلا مغزم قفل شده بود. حداقل من خودم میگم اصلا نمیتونستم تحلیل بکنم که چیه، برای چی این اتفاقات، برای چی داره میفته. 7-8 آخوند و سپاسدار و این داره اصرار بر این که من بنویسم. و به هر حال ببین من توی همون 30 ثانیه اینو پذیرفتم. خب مشتلگدای مرتضی اشراقی که در مقابل اون همه شکنجه هایی که ما سال 60 شدیم که اصلا نوازش بود، بحث اون مشتلگدا نبود که من سر 30 ثانیه بخوام همین چیزو. اصلا داشتم همینجوری با مثلا یه بار افتادم دوباره بلندم کرد دوباره بنویس. نه یری وسطای این داستان گفت حاجی زشته، لطفاً بیایم بشینیم، میبینی که قبول نمیکنه. بعد دیگه مرتضی، بعد من نوشتم، من دیگه تو اون آخرین لحظات نوشتم که من منافقم. بعد دوباره یکی از همون جماعتی که حالا میگم نمیدونم پور محمد بود کدوم یکی از اون سه نفر هستی، گفتش که باید بنویسی جمهوری اسلامی رو هم قبول. گفتم حاجی من این کاری نمی کنم، لطفا نکنیم، من قبول ندارم شما رو. من مجاهدینم که منافق میگم دیگه، قبولشون ندارم واقعا. بعد خب طبیعتا این حق ابتدایی زندگی منه که نه شما رو قبول داشته باشم نه اونا رو. من میخوام زندگی بکنم، یه کاری کردم افتادم زندان، 8 سالم از 17 سالگی 18 سالگی نگرم داشتین دیگه. عادل منو برداشت، منو میشناخت از زندان اینا. بعد منو گرفت دستمو برداشت بر طبقه سوم گوهردشت، داخل یه انفرادی منو انداخت. انفرادی ها سه لایه مثل این کرکره ها هستن که آهنی، سه تا لایه اینجوری بغل هم اومده بود که تو فقط میتونستی از زیر آسمون رو ببینی، یه نوری از اون بالا، فقط همین بود، یعنی فراتر از این. بعد اون وقت این آهنا اون سلولی که منو انداخت، من نمیدونم حالا عادل منو آمدانه انداخت، دلش سوخت به خاطر پدرم، یا حالا هرچی، بالاخره اونجا همسایه بودن، هر روز احتمالاً چش تو چش پدرم بوده، مثلا 8 سال پدرم، پدر پیر، هر روز بیا جلوی زندان، آوارگی و و و نمیدونم، من نمیدونم، این برای من ناشناخته است هنوزم. چون سلولی بود که یکی از این آهنا خم شده بود که اینو خیلی آدم قوی هیکل میخواست بتونه اینو واقعا خم کنه. کدوم یکی از این بچه ها اونجا بوده تونسته اینو خم کنه من نمیدونم، ولی یکی از این کرکره ها خم شده بالا بود که اون وقت من میتونستم پارک خیابون 13 و گوهردشت رو ببینم، که خودم بچگی به هر حال نوجوانیم توی گوهردشت بزرگ شدم، و اون چرخ فلکی که میچرخه، یه فضایی ایجاد میشد که من اون پایین رو میدیدم، یه گوشه ای از حیات زندان رو میدیدم. بعد این مورسی که ما شروع کردیم به زدن، من همینجور با یه کسی نمیدونم کی بود همین شروع کردیم نه، من توی مورس زدن ها که بعد رفت من گفتش که تو نمیدونی دارن اعدام میکنن، تو خبر نداری بابا دارن بچه ها رو اعدام میکنن. گفتم واقعا؟ گواره بابا اینا دادگاه اعدام، من همشون اومدن اعدام کنم ما رو فلان. من اونجا متوجه، یعنی بگم شاید مثلا 7-8 روزم گذشته بود، من تو انفرادی بودم، نهارم میدادن، شامم میدادن، صبحونه، ولی من خبر ندارم مثلا اون پایین داری چی میگذره. و دیگه نیومد کسی سراغ من.
بود. وقتی تاریک میشد سر صدا از اون بیرون میومد، سر صدای پاسدارا که مثلا صلوات میفرستن، مثلا یا حسین میگن، مرگ بر منافق میگن، مرگ بر کمونیست میگن. این صداها رو من میشنیدم، ولی خب اینا یه مقدارش هم قدیم هم ما میشنیدیم این چیزا رو. من متأسفانه نمیتونستم هی باز ذهنم، اصلا به تنها چیزی که فکر نمی کردم و خیلی بچه ها فکر نمی کردم اعدامه، نگو اینا. بعد من می دیدم، بعد یه مقدار خب طبیعتا آدم جلب توجه می کنه این قضیه که خب حالا من یه خورده دقت کنم ببینم چی و اینا. بعد من می دیدم، بعد اینو متوجه شدم که کامیونا بعد ساعت بعد از اینکه این دوست من با مورس به من گفت، دیگه دقتم بیشتر شد که به اصطلاح دیگه بعد ساعت و همون شب که تاریک می شد از اون بالا هی نگاه می کردم پایین ببینم چیه این داستان. بعد من می دیدم تقریبا می تونم بگم هر شب کامیون می اومد و شب بود. بعد این صداهایی که میاد، این داستانهایی که یهو پاسدارا صلوات میفرستن، درود بر خمینی میگن، اون شعارهایی که اون زمانها داشتن، مرگ بر منافق، مرگ بر کمونیست، مرگ بر لیبرال، مرگ بر دنیا که میگفتن، بعد دست جمعی اینو میگن و پرت میکنن یه چیزی رو داخل کامیون. که من بعدا فکر کردم او بس این جنازه های بچه ها بوده که هر شب میومدن میبرد و قطعا همین بوده. کسی که اندکی اطلاعات داشته باشه به جمهوری اسلامی و تو زنداناش بوده باشه و باهاشون درگیر و مبارزه و این چیزا بوده باشه، خود منو وقتی سال 60 دستگیر کردم برداشتم بردم بالای کوههای چیز گوهردشت به همین سادگی. پسر کلتو کشید گذاشت اینجا، گفت میزنم اینجا پرتت میکنم پایین، همینجا یه چاله میکنم میکنم تون تو، یعنی به همین سادگی. یعنی واقعا من هر لحظه احساسم تو مو خب شور و حال آرمانگرایی و این چیزا اصلا بزن. به این دلیل، به چه دلیلی باید از کرج بردارن ببرن خاوران؟ به پهنای زمین اینا میتونن همه جا این کارو کرده باشن. اصلا این سوال که بعض ما میگن خاوران فلان، نه، میتونه پشت اون کوهه باشه، میتونه پشت کوههای گوهردشت باشه. موسی کریم خان وقتی من رفتم خونهشون که سال 60 اعدام شد، بعد من رفتم بعد آزادیم خونهش که مادرش با من صحبت میکرد، مادرش به من میگفتش که بچه ها رو توی همین بهشت سکینه اینا دفن کردن، گوره دست جمعی، یعنی دست جمعی اینجا دفنشون کردن. مثلا اون یه بیابونای اطراف بهشت سکینه رو میگفت به من. ماه توی شعرها، توی رمان‌ها، تو ادبیات جهانی همیشه یادآور عشق‌های رمانتیک و یادآور چیزای زیباست تو این دنیا. برای من نه، این نیست. این قرص کامل ماه بود. بعد دوم سوم مرداد که اعدام شروع شد، من تو انفرادی بودم، به پهنای آسمونم بود. شبا از اون نرده‌ای که این بچه‌ها بلندش کرده بودن نگاه می‌کردم، خب اون پایین هر شب داشت دارن اعدام میکنن، صدای نعره میاد، صدای زجه میاد. برای من یادآور کشتاره.